دامنه کاری بنده تقریبا برای همتون روشن هست، حتما سایت رو دیدید، کانال تلگرام رو دیدید، ولی من مدرس هنر گرافیک نرم افزارهاش و کارآفرینی هست. حدود 6 ماه هست که به ایران اومدم و اتفاقا در حوزه کارآفرینی فعالیت رو شروع کردم، البته به شکل خصوصی، بخش خصوصی و به مرکزیت همین بچه های هنر، بچه هایی که هنر بودن حالا توی کشور متفاوت. سمیناری که من در خدمت شما هستم به کمک خانم عارف نیا در واقع داره انجام میشه و البته پشتش ارتباطی بوده بین بچه های ظاهرن همین دانشگاه و مجموعه خانم عارف نیا که بنده رو شناسایی کرده بودن روی فیلم ها و صوت هایی که از من روی یوتیوب و آپارات و اینجا هست و بعد این ارتباط برقرار میشه و خانم عارف نیا و مجموعهشون بنده رو دعوت کرد و بسیار هم تلاش کردن که این مراسم برگزار بشه. خب اجازه بدید شروع کنیم. من صحبتم از اینجا با شما شروع میکنم که خب من سالها تو همین دانشگاه درس دادم و دقیقا هم توی همین سال بارها سمینار دادم. اتفاقی که میفته اینه که خودم هم اونجا به عنوان دانشجو بالاخره یه زمانی نشستم. اتفاقی که میفته اینه که معمولا آدم یه 10 دقیقه رو یه نفر رو بررسی میکنه حرفاشو، حالا کم یا زیاد، بعدش دیگه تصمیم میگیره که اونجا بشینه گوش کنه یا بره. پیشنهاد میکنم نرید، پیشنهاد میکنم که این سمینار رو تا انتها بشنوید، چون من مطالب رو جوری آماده کردم که تقریبا اون یه رو 20 دقیقه آخر به نتیجه میرسه. حالا اول از همه میخوام راجع به این باهاتون حرف بزنم که چرا ما پول در میاریم، چرا کسب و کار را میندازیم. این خیلی مهمه. خیلی از شماها هیچ انگیزه کافی برای این کار ندارید، یعنی که وسط راه دچار این مشکل میشه که اصلا من برای چی باید پول ایجاد کنم، چرا باید کسب و کار را بندازم، چرا باید اصلا درآمد داشته باشم. خیلی راههای میونبر دیگه هست که شما میتونید رو کره زمین این چند سالی که زنده اید زندگی کنید، شادی داشته باشید، آرامش داشته باشید. لزوماً این که شما پول ایجاد کنید و بعد این پول بیاد تو جیب شما و باعث رفاه و شادی بشه، لزوماً این تنها راه زندگی رو کره زمین نیست. خیلی راههای دیگه هستش که آدم راحت زندگی میکنه و نیازی به ایجاد کسب و کار یا ایجاد درآمد نداره. نصف این سالو وسط راه میبرن بدون شک. همین صندلی خالی رو میبینید، اینا نشون دهنده اینه که نصفی قبل از اومدن به این سمینار بریدن. یه تابلوی بنری، یه پوستری رو میبینن نمیان. نصف دیگه بعد از این میبرن، نصف دیگه تو مراحل کار. نهایتا شما میبینید از توی این سالن مثلا 100 نفر 2 نفر به ایجاد کسب و کار میرسن. پس چراش خیلی مهمه که من برای چی باید کسب و کار را بندازم، من برای چی باید یک بیزینس ایجاد کنم، حالا چه در حد یه فریلنس که خودش بس خودش کار میکنه، چه در حد یه کسی که کارمنده واسش کار میکنه. این چرا رو من میخوام باهاتون مفصل راجبش حرف بزنم. بعد باید بریم سراغ تعریف. فرمتای ما دارم باید بریم سراغ تعریف. بالاخره من که این بالا وایسادم و شما که اونجا نشستید، باید یه تعریف مشترکی با همدیگه داشته باشیم راجب کلماتی که من خواهم از این به بعد استفاده کنم. اگه من میگم کسب و کار،
اگه قرار باشه که شما به چیز دیگه ای بگی کسب و کار، بعد دو ساعت من حرف زدم شما همش مخالفی یا بی خودی موافقی، یه چیزی فکر کردی، چیزی فرض کرد، مجبوریم یه 10 دقیقه وقت بذاریم اون چیزایی که من میخوام توی این سمینار ازش استفاده کنم، این کلمات کلیدی شما ازش حداقل اطلاع داشته باشی، اون وقت دیگه به قول معروف سر جامون دعوامون نمیشه. یعنی اینطور نیست که شما نشنیده مخالفت کنید. پس یک وقتی رو برای تعریف میذاریم، بعد باید بریم سوال خارجی ها. هیچ اشکالی نداره که همین الان قبول میکنیم خیلی زودتر از ما کشورهای دیگه کسب و کارهاشون، دانشجوهاشون به فکر این افتادن که پول دارن. بررسی این که جلوترها چیکار کردن یک کاملا یک کار معقوله. بنابراین نگاه میکنیم ببینیم خارجی ها چیکار کردن و اتفاقا از اونجایی که در دانشگاه خارجی تدریس میکنم دوست دارم ببینید که بچه های اونا چطور فکر میکنن، چطور نگاه میکنن در زمان دانشجویی، در زمان فارغ التحصیلی و بعد از اون. پس بررسی کسب و کارهای جوان خارجی کار بعدیه. بعد میریم سراغ داخلی ها. تو این سال ها حداقل در 7-8 سال اخیر در ایران اتفاقات خیلی خوبی افتاده در زمینه کسب و کارهای با روی کرده کارآفرینی، چه برای افراد هنری چه برای افراد غیر هنری. کم نیستن کارهایی که اتفاق افتاده، بعضی شما خبر دارید بعضی شما خبر ندارید، ولی تحلیل پشتش اصلا اونی نیستش که شما در جلوی کار نگاه میکنید. باید با هم بررسیشون کنیم. نهایتا من میخوام بهتون چند تا فرمول یاد بدم. هر کی باشی، هر جور که فکر بکنی، این چند تا فرمول رو بلد باشی میتونی کسب و کار را بندازی. هیچ الزامی نداره که بلند شی بریم مثلا دوره کارآفرینی ببینیم. تقریبا تو 4 تا فرمول خلاصه میشه و میتونی از هر فکری یک کسب و کار درست کنیم و بعد هم پول دریافت کنیم. نسبتا ساده است، اما آخرین قسمت که خیلی دارم میخواد حتما بمونید و اون قسمت رو گوش کنید، یکم هم خنده داره، مشکلاته. چی میشه که کسب و کار اتفاق نمیفته؟ یعنی چی میشه که مثلا یه نفر 4 سال درس میکنه، آدم مثبتی هم هست، خیلی هم مطالعه کرده، فکر میکنه خیلی آدم دموکراتیه، پای منبر همه اساتید رفته، کلی هم کتاب خونده، دائما هم تو گوگل داره راجع به کارآفرینی و اینجور قصه ها مطلب جمع کنه، اما نهایتا نمیشه. حتی یه کارایی هم کرده، مثلا اومده چند جای شهر از خوشیسی تبلیغ یه سری تراکت پخش کرده، یا مثلا پیش فلان آدم معروف رفته یه چند سوایی کار کرده، ولی نهایتا نمیتونه عددی رو در میاره که باش اجاره خونه بده، باش بتونه بالاخره یه تفریحاتی داشته باشه، یه شب تصمیم گیره فلان رستوران بره بخیر راحت بره و بعد پس انداز داشته باشه برای از این به بعد. اینکه چرا این اتفاق نمیفته، یعنی همون چیزی که اول گفتم، یعنی نصف شما ازتون کارآفرینی در نمیاد، این خودی داره زور میزنید. اون نصفی هم که ازشون کارآفرینی در میاد باز تو مراحل بعدی کار میبرن. دو تا، یعنی الان اسماتون رو کاغذ بنویسید، 1 سال بعد 2 نفر از شما کارآفرین میشه. دلیل داره. خب میشه جلوشی گرفت، یعنی اون چیزهایی که باعث میشه آدم موفق نشه میشه، ولی با کمال تأسف میتونم به شما بگم باز تو همون شدنش هم یه عده میگن آره راست میگی، من باید حتما این کارا رو بکنم، راست میگی، باید برم این کارو بکنم، باید این کارو بکنم، بعد نهایتا دیگه ولی نمیتونم دیگه، همه که نمیشه کارآفرین شد، دست شما در نکنه، خدافظ. این یک واقعیته که از همه کارآفرین در نمیاد رفقا. دلایلش هم دلایل خیلی پیچیده علمی است. دلایلش خیلی خیلی ربط داره به خصوصیات اخلاقی یک ملت.
اولش که میخوام با تو صحبت کنم یک کمی سمینار شبیه معرکه‌گیریه، خیلی ساده است، خیلی مباحث روتینه، برای اینه که میگم صبر کنید. بعد یواش یواش میریم جلو، میرسیم اونجایی که کار سخت میشه. گفتم بهتون چرا ما باید پول دراریم، چرا باید کسب و کار داشته باشیم. این چراییش از نظر فلسفی وسط سختی های راه اندازی کسب و کار مثل صبح زود بیدار شدن تا دیر وقت شنونده بودن یه نفر، نوشتن همه دارن میرن مسافرت شما نباید برید، اینا راه اندازی کسب و کار، یعنی سختی هاشون. وسط اون روزا و اون لحظات چیزی که گلوی آدم فشار میده و میگه بیخیال، همین فلسفه چراییه. اگه نمیدونی چرا باید کسب و کار راه بندازی، مطمئن باش کسی هستی که یه دونه از این بهانه های نسبتا محکم پسند رو میتراشی، کار ول میکنی. 6 ماه من تو ایران هم یه چیزی حدود مثلا 25 نفر آدم به من مراجعه کردن، مثل شما، فارغ التحصیل شدن، بعضیشون غریبه، بعضیشون از قدیم من میشناسن، اومدن پول واریز کردن تو حساب من برای اینکه کمکشون کنم یه ایده ای رو به مرحله درآمدزایی برسونم. پول هم واریز کردن، با اولین برف، ترافیک، آلودگی هوا، تعطیلی رسمی، حالا اینا بیرونیاش، درونیاش، تغییر تحول درونی، مثلا از این تاریخ به بعد احساس میکنه ازدواج مسئله اولشه، یا احساس میکنه نه من باید مهاجرت، کسب و کار رو کنسل میکنه، پولم واریز کرده. فکر میکنید مثلا یعنی در حد یه چیز جانبیه دیگه، اهمیتی نداره. راجب کارآفرینی حرف بزن، کارآفرینی همینه. کارآفرینی یعنی اینکه مغز آدم در طول دوران طفولیت یاد میگیره هر وقت بهت سختی وارد شد یه چیزی تولید کن که خودت باورش کنی. اولی کسی که گول اون چیزو میخوره خود همون کسی که صاحب اون مغزه، یعنی یه چیزی مغزتو تولید میکنه، خودتو فلج میکنه، تکون نمیخوری به خاطر اینکه اون داره بهت میگه که ببین این کارآفرینی خیلی خوبه ولی نمیشه تو این کشور کاری کرد، نمیذارن، همه چی دسته، نمیدونم اینه اونه، همش دزدیه، پارتی بازیه. اگه فایده نداشته باشه این مغز بیشتر فشار میاره، مثلا میگه خود این یارو که الان میخواد به تو کارآفرینی یاد بده مگه چیکار کرد تو زندگیش، چقدر پول داره، اگه فایده کرد و تونست فلجت کنه که کرد، اگه نه تولید بعدی. اینه که نصف این سالون خودشون با دلایل منطقی خیلی هم خوشحال و راضی به این نتیجه میرسن که یا این آدم به درد کارآفرینی دست دادن نمیخوره، یا اصلا کارآفرینی چیز بی خودیه تو این کشور جواب نمیده، یا اصلا کلا جواب نمیده. نصف اینجوری هست میشه. به جای جاش میخوام راجع به این بیشتر با تو حرف بزنم و بگم چارش چی. این یک ماگه، یه فنجون، روش عکس بی ام و است. بعضی ها با داشتن این خیلی خوشحالن، احساس بودن بی ام و دارن. یه عده دیگه یه ذره کلاس بالاتر هم یک خودکار اگه بهشون بدی که برق بزنه روش نقش بی ام و باشه، باز فکر میکنه که بی ام و داره. یه عده یه ذره شیکتر فکر میکنن، مثلا یه چیزی دستشون میگیرن شبیه جاسیچی بیمده، شبیه مثلا یه ذره ارزشمندتر. اینا هم اونایی هن که وقتی بهشون میگی چرا میخوای کسب و کار را بندازی، تو این فکره که یک روزی به حد اقل درآمد قانع باشه، یعنی درآمد و پول رو در این میبینه که به یه تارگت خیلی کوچیک مالی برسه. اما یه عده تو زندگی واقعی دارن زندگی میکنن، یعنی وقتی بهشون میگی که چرا میخوای کارآفرینی راه بندازی، تو زندگی واقعی زندگی، یعنی به تهش فکر، اینا تا آخر راه تو کارآفرینی وامیستن، تو راه اندازی کسب و کار وامیستن.
در ادامه میفهمی منظور من. منظور من اینه، اینکه تو یه پولایی داری خوشحال بشی و فکر کنی که کار را افتاده یا کارآفرینی کردی، از تو نهایتا یه کارمند یا یه مغازه‌دار می‌سازه. ولی وقتی تو فکر این هستی که زندگی واقعی بکنی، درآمدت اندازه نداره، عاشق اون کار هستی، درآمدت رو اصلا ملاک قرار ندادی، تو فکر این هستی که خب من رو کره زمین زندگی می‌کنم، باید خوب بخورم، خوب بپوشم، خوب سوار شم. اصلا تو تا تو توی این مرحله به پول فکر نگردی که خوب رو کره زمین که قیمت نداره. خوب رو کره زمین قیمت نداره. تو باید انقدر آماده باشی که اگه از فردا گفتن یه سفینه آماده کردی، تو بازم پولش رو داشته باشی. به این میگن خوب. فعلا رو کره زمین یه بنز و بی ام و آماده کردن. پس هیچ وقت برای پول ما کسب و کار را نمی‌دازیم. ما برای صفت کسب و کار را می‌دازیم. ما برای آرامش، ما برای خوب زیستن. خوب زیستن یه پای خیلی مهمش همیشه تو پوله. غیر از اون قسمتش که توی فهم و شعوره، یه قسمتش تو پوله. حالا اگر یه آدمی هستی خانواده تشکیل دادی، میتونی تصمیم بگیری راجع به بچه‌ات. این کدوم مدرسه میخواد بره؟ کجا میخواد زندگی کنه؟ باز دوباره اینجا داری راجع به صفت‌ها فکر میکنی. نه اینکه مثلا انقدر که یه چیزی دیدی گرون قیمت گفتی اینو باید برای بچه‌م بخرم، پس من برای این کسب و کار را نیست. برای صفت ها زندگی میکنیم. صفت ها مقدار ندارن، اندازه ندارن. هر وقت فکر کردید که مثلا جلوی یه چیزی وایسادید که دوستش داشتید، از لباس و وسایل و نمیدونم اینجور چیزا، دلتون خواست آخه من کاش یه روزی داشته باشم که یه چیزی بخرم، پس باید برم یه کاری واسه زندگی میکنم، از تو کارآفرین در نمیاد. اتفاقاتی در مسیر زندگی میفته که شما به اون چیزای کوچیکی که میبینی میگی زندگی، میگی به به، اونا میاد مصرف میشه تموم میشه میره. اما اونی که به صفت فکر میکنه صاحب تشکیلاتی میشه که اگه تو خونش بخوابه هم کارمنداش دارن براش کار میکنن، نباشه هم اون مکانیسمش داره براش کار میکنه، اون چیزی که تعریف کرده براش داره پول میسازه. اون آدم درآمدش حد نداره. این از حرف چرا. خب هر وقت به شما میگن که کارآفرین یا کسب و کار کیه چیه، یادتون باشه کارمندم کارآفرینه، اونم داره یه کسب و کاری رو میچرخونه، اونم توی شغل خودش ارزش وجود داره، اونم توی شغل خودش پستی و بلندی وجود داره، پیشرفت وجود داره. تا میرسیم به اونی که پروژه‌ای کار میکنه، اونی که سعی میکنه یه حالتی شبیه شاپینگ داشته باشه، یه مغازه‌ای فروشگاهی را بندازه، تا اونی که به فکر ایجاد یک مکانیسم که در ادامه میگم یعنی چی. همه تون دارید کارآفرینی میکنید، همه تون دارید کسب و کار را میدازید، طبیعتا خروجی ها متفاوته. از دل کارمندی بالاخره یه عددی در میاد به عنوان دستمزد که تو نمیتونی اونجا وایسی اصرار کنی بگی میخوام همونی در بیاد که اگه یه روزی شرکت داشته باشم در بیاد. در نمیاد، زور بیخوده. اگه فکر میکنی دنبال اون صفتهای عالی هستی در زندگی، از کارمندی باید بیرون. ببینیم راحت بهتون بگم، من مدیرعامل یه شرکتم، میخوام گرافیک دیزاینر استخدام کنم. خب میخواد چیکار کنه برام؟ با این اوضاع مینیمالی که تو دنیا افتاده، تو موسیقی، تو سینما، تو دیزاین، انقدر که نوشته و یه دونه عکس بامزه یه چیزی فقط روی صفحه باشه، من بهش میگم گرافیک دیزاین. من مدیر عاملم، قانون کار میگه 950,000 تومن، من میدم 1,000,000 تومن، صف میکشم، کارم رو را میندازه، چرا باید بیشتر بدم؟ میخوام یه سری چیزا طراحی کنم واسه شرکت. شما میتونی دعوا کنی با خودتو، منو
اصلا بشینیم دور هم دیگه تو خوابگاه، تو خونه‌های دانشجویی، تو کافه، رستوران بگیم خاک تو سر این شرکت و مدیر عامل دهاتی بازاری هیچ چالشون نیست. خب بگیم بگیم برای خود ما مدیر عامل اینجوری فکر نمی‌کنیم. ما یه درآمدی داریم، هزینه می‌کنیم تو پیمانکارامون. یه پیمانکار برای ما گرافیک دیزاینره، یه پیمانکار برای ما چایی میاره. هیچ دلیلی نداره من به شما 2 میلیون تومان بدم وقتی کارم با 1 تومن راه میفته. روزگار دیزاین تموم شده. روزگار استفاده از فارغ التحصیل دانشگاه و عددی رو دریافت کنی که بتونه تمام هزینه‌هاش رو کاور کنی تموم شده. روزگار دیگه ای شروع شد که 150%، 200% دانشجو ایرانی تو باغ نیست هنوز. یعنی وقتی یه دانشجو ایرانی میاد بیرون از خودش توقعاتی داره که اصلا نمیخوره به اون چیزی که ما مدیر عاملا توی شهر دنبالش. خب کی باید تغییر کنه؟ ما تو بازار کار داریم میلیون میلیون پول در میاریم، پیمانکارهای مختلف کارمونو میکنن، یکی برامون دیزاین میکنه، یکی دیگه برامون میسازه، یکی دیگه برامون آماده میکنه مواد اولیه. ما باید تغییر کنیم به شما. خب گرافیک دیزاین وقتی برید توی اینترنت سرچ کنید توی کشورهای دیگه جزو 50 شغل دم دستی دنیاست. این اگه نوشته مثلا شما یه دانشجو هستید توی برای خودت پول سازی کنی، یک برو تو گوگل یکی از خدماتش اینه، لایک میکنی پول میزی تو حسابت، چند سنت میزی تو حسابت. 2 میتونی یه کاغذ بزنی تو آپارتمان، هی آپارتمان من لباسه شما رو اتو میکنم، هرگی رد شدی لباسه شما رو شما اتو میکنم. 3 میتونی گرافیک دیزاینر باشی، اعلام کنی من کارت ویزیت و پوستر ترکم، باورتون میشه؟ یعنی گرافیک دیزاین جزوه 50 شغل الکی دنیا است که هر کسی میتونه بکنه، نیازی هم به سوال نداره. دلیل وکتور آماده، عکس آماده، همین چه آماده است بشه. چرا اینجوری شده؟ شده که شده، ما دنبال دلیلش نیستیم. الان وضعیه، حالا شما اصرار داری بگی من گرافیک دیزاین خوندم مادم بیرون از دانشگاه، خب یالا یه پولی به من بدین که یک اجارم رو ساپورت کنه، تفریحم رو ساپورت کنه، پس اندازم داشته باشم، حالا نه همیشه ولی سالی یه دونه سفر خارجی هم برم. نه همیشه اتفاق نمیفته. این قصه برای همه رشته هست، تئاتر، سینما، موسیقی. شما نمیتونید از دل یک کاری که همه بلدن مینیمالش مورد رضایت و پسنده و کار میکنه، آخه یه داری خودتون رو بذارین جای من مدیر عامل. من وقتی میام یه چیزی مینویسم، یه چیز ساده، یه لوگو هم میذارم کنارش، چاپ میکنم به عنوان مثلا پیتزا فروشی، عکس پیتزا با نوشت، خب مردم میام واقعا پیتزا میخرن یا هر چیز دیگه. کارم صنعت نفته، عکس قطعات رو میذارم یه نوشته کنارش، مردم میان قرارداد می‌بندن با من، شرکت‌های دیگه میان از من تجهیزات نفتی می‌خوان. چرا من به یک گرافیک دیزاینر احتیاج داشتم؟ من به یک آدم آشنا به ایلستریتور و وکتور احتیاج دارم. 1 تومن داشت. خیلی دیگه بخوام هنری فکر کنم 2 تومن. شما با 2 تومن نمیتونی زندگی داشته باشی. بی خود وایسادی سر این شغل و می‌خوای 2 تومنت بشه 3 تومن. اگر طبعت اون صفتهای برترین زندگیه بکش بیرون، یه فکر جدید بکن، مثل اینکه اومدی اینجا ببینی چه کاری دیگه میشه کرد. پس همه تو چرخه کسب و کارند، فرق در مقدار خروجی. حالا بریم سراغ خارجی ها. خارجی ها شروع کردن به راه اندازی کسب و کار. زمان جنگ ایران و عراق که تموم شد، آقای رفسنجانی خدا بیامرز اومد یک فکر جدید آورد توی کشور، گفت شرکت‌های خصوصی با مسئولیت محدود،
اون وقت هر دو نفر سه نفر میتونستن یه شرکت را بندازن. شروع شد به تأسیس شرکت. اون زمان آمریکایی‌ها یا اروپای غربی مثل فرانسه، انگلیس، اروپا استارت کارآفرینی می‌زدن. یعنی چی؟ یعنی یک نفر بشینه یک مکانیزمی تعریف کنه، عده دیگه برن سر کار و بعد پول بیاد تو جیب نفر اول. زمانی که ایرانی ها همجوری رفتن جلو رفتن جلو در زمان مثلا آقای خاتمی، حالا ما با پریود های زمانی ریاست جمهوری بیدیم جلو درک همه است. اون زمان ایرانی ها تازه افتادن توی یه قصه ای که توی اروپا و آمریکا و جای دیگه هم ناکارآمد شده بود، هم دیگه خلاف اصلاح چون فاتح اقتصاد میخوند به اسم بیزینس های هرمی. یعنی ایرانی افتادن توی سیستم بیزینس هرمی که مقدمی بود بر کارآفرینی که اروپایی و آمریکایی گشتنش کنار. یعنی چی؟ یعنی یه نفر در رأس نشسته دیگران رو ترغیب میکنه که برن مارکتینگ رو انجام بدن، خودشون بالا از کارکرد اونها سود میکنن. چی این وسط داره انجام میشه؟ هیچی. گویش من بهشون میگم هی فلانی اگه اینو بخری اینجوری میشه، اینجوری میشه، اینجوری میشه. اون به بعدی میگه، بعدی میگه، بعد اون بعدی که تای خطه به من اگه اون خرید رو انجام بده سود میکنه. خب از حالا بحثش گسترده است، این اقتصاد داغون میکنه. اونا گذاشتن کنار، ما تازه شروع کردیم. حالا الان شما تو کشورتون تازه تپسی و اسنپ را افتاده، اونجا 10 سال پیش را افتاده. اینجا تازه مردم دارن آشنا میشن، مخالفت میکنن، موافقت میکنن. اونجا دیگه الان هر کسی یه دونه ساخته تو محله خودش داره دیگرانو به عنوان تاکسی تلفنی میبره و میاد. یعنی هر بچه یه دونه اپلیکیشن اسنپ داره توی گوشیش که خودش ساخته و رفقاشو میرسونه یا کاراشون انجام بده. خب الان دارن چیکار میکنن و شما الان نشستین اینجا دارین کارآفرینی یاد. اگر بخوام به عنوان یک کسی که برای یه جمع صحبت میکنه صحبت کنم، باید بگم که خب یالا دیگه پاشین مثلا کارآفرینی را بندازیم. اما اگر بخوام با تک تکتون حرف بزنم، یعنی با تک تکتون میشد که من نگاه کنم، اسم کوچیکتون صدا کنم، با تون حرف بزنم، گفتم ببین نمیشه تو کاری رو بکنی که اونا الان میکنن، نه 10 سال بعد. یعنی کارآفرینی را اونا رد کردن، اونا جای دیگه‌ای هستن. اینجوری خیلی تأثیرش بیشتر بود. خب الان به شما بگم یالا دیگه طرحهای کارآفرینی و فلان رو ببر و بیار، این میشه دقیقا سال 1900 و نه هر مثلا میشه سال 2000 و چقدر میشه 10 سال پیش؟ 2007. حالا نمیشه شما یه زحمتی میکشید یکم تحقیق کنید، یه تکونی خودتون بدید، کاری که اونا تو سال 2017 میکنن انجام بدید؟ من الان نیومدم راجع به کارآفرینی سنتی حرف بزنم. هم شما خسته اید، شنیدید، هم بلدید. چیز عجیب غریبی نیست، هیچ چیز عجیبی نیست. شما بیا یک کاری را بندازید به واسطه اون فکر شما بیان سر کار، شما وایسی عقب تماشا کنی، هدایت کنی، پول در بیاری، تمام شد. That's it. این یعنی کارآفرینی. حالا یه ذره باید با رویکردهای تعریف کارآفرینی بخونیم.